خب دوستان، وارد فصل چهارم شدیم. توی این فصل میخوام در مورد برنج ها و شاخه ها برای شما صحبت کنم. اگه فایل ها رو بیارید، خب یه چیزی درست کنم توی فصل چهار استارت. خب توی فصل چهار برای فایل هاش یه استارت داریم و یه اند داریم، که استارت همینی که من میخوام الان ازش شروع کنم و سیدی میکنم به داخلش. سیدی فصل 4 استارت. به فصل 4 پوشی استارتش سیدی کردم. و این پروژه دقیقاً همون پروژه چیز هستش، همون کامینگ سون خودمون هستش، فقط از کپی کردم گذاشتم اینجا. خب یه استارت داره، انتهاش هم می‌ذارم که داشته باشید، فایلاشو دسترسی بهش داشته باشید. خب می‌خوایم در مورد برانچ ها صحبت کنیم. خب برانچ چی هستش؟ بذار من یه تصویرش به شما نشون بدم. مثلا الان اینجا، خب فرض کنیم ما یه برانچ مستر داریم. خب اون چیزی که اول با شروع می‌کنی، با گیت شروع می‌کنی، یک برانچ براش به صورت پیش‌فرض برات می‌ذاره که برانچ مستر هستش، که از اون شروع می‌کنی به ادامه دادن و رو به جلو رفتن. حالا شما مثلا فرض کنیم این برانچ رو ادامه میدین، یک کمیت می‌کنی، یک کمیت می‌کنی، یک کمیت دیگه می‌کنی، بعد یه جایی یه ایده‌ای به ذهن شما میرسه، ولی مطمئن نیستین که این ایده جواب میده. مثلا به جایی که مثلا برید اون ایدتون رو انجام بدید و بعد از اینکه فهمیدین اشتباه کردین، با کامیت های دیگه اشتباهتون رو فیکس کنید، میتونید چیکار کنید؟ میتونید بیاش یک برانچ درست کنید. خب این ایدتون رو امتحان کنید، ببینید جواب میده اصلا، اصلا خوب در میاد، جای دیگه رو خراب نمیکنه، به جای دیگه آسیب نمیزنه، باگ تولید نمیکنه، نمیدونم اینجور چیزا. ایدتون رو امتحان کنید، بعد از اینکه مطمئن شدید دوباره میتونید این ایده ای که این برانچی که نیو برانچی که دارید رو مرج کنید با برانچ اصلی. و تو این هینی که مثلا فرضشون کار تیمی هم میتونه باشه، مثلا ممکنه شما یه برانچ جدید بزنید رو اون برانچ کار کنید، در حالی که بقیه اعضای تیم رو همین برانچ مستر یه سری تغییرات داده باشن، یه سری کمیت ها کرده باشن، بازم مشکلی نداره، میتونه هر تعداد کامیتی کرده باشن. شما هر لحظه که بخواید میتونید این برانچی که دارین رو مرج کنید با این چیزی که اینجا هست، مرجش کنید و تغییرات هم بیان تو. حالا تو عمل میبینیم که چطوری خواهد بود. نهایتاً هم اگر این که از چیزتون مطمئن نبودید، مثلا از برانچتون مطمئن نبودید و یعنی منو بزرگ بکنم پاک کنش رو، مثلا بعضی وقتا پیش میاد مثلا یه برانچ جدید ایجاد میکنید، خب یه برانچ جدید تغییرات اعمال میکنید و یهو میبینید آقا نه من خراب کردم، مثلا اینجور چیزی نمیخوام، خیلی راحت دیگه مرجش نمیکنید، فقط همون برانچ رو میبرید، یعنی ایده با خطا مواجه شد دیگه مرجش نمیکنید. ولی اگه ایده رو ادامه بردید، پیش بردید و دیدید ای خوبم هست، خب مرجش میکنید به همین سادگی. حالا بیایم تو چیز ببینیم به چه صورت هستش. منم سیو کنم، شاید بعدم به دردم خورد. اسمش رو میذارم برانچ. خب حالا یه چیزی هست به اسم گیت برانچ. این گیت برانچ میاد چیکار میکنه؟ لیست لیست تمام برانچ ها رو به من میده. و الان اگه دقت کنید فقط یه دونه من داد، گفت مستر و ستاره هم گذاشت پشتش. وقتی ستاره پشتش میذاره به این معنی که الان ما روی این برانچ هستیم و فقط یک برانچ داریم. خب برای درست کردن یک برانچ، خب از دستور git branch همونه، فقط یه اسم تاش میذاریم، یه اسم، مثلا چه میدونم new branch. خب یه اسم براش میذاریم، git branch new branch. این باعث میشه یک برانچ جدید درست بشه و اسمش هم بذاریم new branch. سعی کنید اسمی که براش انتخاب بکنید ساده باشه و از کاراکترهای عجیب غریب توش استفاده نشه باشه، اسم ساده ای بذارید که قشنگ مشخص کنه مفهوم ما چی هستش. خب الان این رو انجام دادم. خب حالا دوباره git branch رو بزنم، این سری نگاه کنید، لیست برانچ هم شدن دو تا، که میگه ما الان روی master هستیم و روی new branch نیستیم. پس تا اینجا کار چه اتفاقی افتاد؟ مثلا این میمونه، من این تصویر رو بیارم، مثل این میمونه، الان 1 2 3 مثلا رو اینیم. خب دو تا برانچ درست کردیم، دو تا برانچ متفاوت درست کردیم، ولی هیچ کامیتی، خب هیچ کامیتی روی این اینا صورت نگرفته. بذاریم منظورم یه جور دیگه بهتون برسونم، ادیت رو بزنم، بذاریم منظورم اینجوری بهتون برسونم. مثلا مثل این میمونه که ما تا اینجای کار الان پیش رفتیم، دو تا برانچ درست کردیم، الان دو تا برانچ دستشون باز خالیه، هر دو تاشون دقیقاً دارن به یک کمیت اشاره میکنه، هر دو تا برانچ، چون اسم برانچ چیه؟ در واقع یه اشاره گریه، خب به یک کامیتی. الان این نیو برانچ ما
و مستر ما هر دو دارن به یک کامیت خاصی اشاره میکنن. مگر اینکه ادامه بدیم پیش بریم و مثلا این یک کامیت های دیگه برای این ایجاد کنیم، یک کامیت های دیگه برای این ایجاد کنیم و مسیر رو تغییر بدیم. خب حالا اینجا بودیم گیت برانچ، الان ما بعد برانچ رو داریم. حالا ما چطوری میتونیم برانچ رو عوض کنیم؟ الان اینجا ما میگه روی برانچ مستر هستی، الان اگه من گیت استرسم بزنم به ما میگه آن برانچ مستر، ولی میگه نختیم تو کمیت. اگه بزنم گیت لاگ داش داش وان لاین، آخرین کمیتی که کردم و هدم روشه همینه، ای صفر ای دو همین. کپیش بکنم توی یه نوتپد بریزمش براتون. ببینید من ادیت فرمت فونت بخواب فونتش هم بزرگتر کنم. خب این از این، این الان این شا اون کمیتی هست که داره بهش اشاره میشه. خب درسته. خب حالا یادتونه بهتون گفتم دست به گیت چک اوت چی کار میکنه؟ گفتیم هر وقت بخوایم بریم یه چیزی از تو ریپوزیتوری بیاریم از گیت چک اوت استفاده میکنیم. اگه یادتون باشه گفتیم گیت چک اوت داش داش اسم یه فایلی رو گفتیم، مثلا index.html رو مثلا گفتیم index.html. خب اگه یادتون باشه گیت چک اوت داش داش و گفتیم که این index.html یک فایل هست که تو با چک اوتش بکنی، و گفتیم که برای برانچ ها هم ما میتونیم چک اوت کنیم. گیت چک اوت اسم برانچ رو مینویسم، که اسم برانچ که ایجاد کرده بودم چی بود؟ نیو برانچ بود به این صورت. حالا که میزنم گیت چک اوت نیو برانچ بدون هیچ داشی یا خاصی سویچ میشه. الان من اینو بزنم میگه سویچ تو فلان. الان اگه بزنم گیت برانچ رو بزنم، لیست برانچ ها رو به من میده و ستاره رو میذاره رو نیو برانچ و ما روی اون هستیم. و اگه گیت استرس بزنم استرس، به من میگه on branch new branch، روی اون برانچ هم برانچ هم عوض کردم. و اگه گیت لاب رو هم بزنم داش داش one line، چی به من میده؟ میگه head روی اینه الان. خب head روی new branch هستش. مسترم البته میگه مسترم حتی رو همین کمیت هستش، همین کمیت e0e2d9 میگه هم new branch، head میگه head روی new branch هست. اوکیه، ولی اینا در نظر بگیرید که نیو برانچ و مستر الان هر دو دارن به یک کمیت اشاره میکنن، مگر اینکه ما خودمون یه سری تغییرات اعمال بکنیم و اون رو اون تغییرات رو. پس بیایم با هم دیگه یک کمیت جدید ایجاد کنیم. مثلا بریم کجا؟ الان من توی پوشی استارت بودم، درسته؟ یک کمیت جدید ایجاد بکنیم. مثلا اصلا نمیخواد با اتمم بازش بکنم، خیلی ساده میتونم با چیزای دیگه هم بازش کنم. اوپن وید مثلا نوتپد چیزی، نوتپد حوصله به این نوتپد چطوری هم اوپن وید اتمش بکنم با آبی فیار. یه مثلا یه تغییر توش اعمال بکنم، و یه کمیت بکنم. خب مثلا کمیت بکنم coming soon our website is under construction، چه میدونم یه تغییر coming soon سه تا نقطه بذارم. خب یه همچین تغییری مثلا ایجاد بکنم. خب الان بیام اینجا، اگه الان چیز بزنم بگم git status، سریع 100% به من میگه شما روی front branch هستید، روی branch هستید و میتونید اینا چیز هستن، این modified شده. خب حالا آیا اگه من بزنم git commit dash m یه مسیج هم براش بذارم بگم مثلا modify index file، به نظرتون commit میشه یا نه؟ خب خیلی، چرا؟ چون من اینو هنوز اد نکردم، پس باید اول دستور گیت اد دات رو بزنم. خب اینو که میدونست، این چیز واضحی بود برای شما. حالا میخوام بگم که اگه گیت کمیت وقتی میکنید آپشن داش ای هم بهش پاس بدید. ببینید این نکته رو بهتون بگم، یه آپشن داش ام برای مسیج بود، یه آپشن داش ای هم هست. خب برای اینکه بگی چی، داش ای هست برای اینکه بگی مثلا خودت ادش بکن اون چیزایی که اینجا هستن و بعد کامیتش بکن. حالا توی دنیای چیز اینجوری نمیکنن، پا آرگومان ها رو اینجوری پاس نمیدن، در یه داش ای و داش ام به این صورت میگن، میگن داش ای ام که ایش به معنی اد، امش به مال مسیجشه. پس اینجوری خواستم یه تکنیک جدید، یه روش جدیدم بهتون نشون بدم که دیگه مجبور نباشید اول استیج بکنید بعد چیز کنید وقتی که میخواین گیت اد دات رو بزنید. این خودش گیت اد دات رو میزنه و بعد چیز میکنه. خب پس الان کمیت صورت گرفت، کمیت صورت گرفت و الان گیت لاگ داش داش وان لاین رو من میزنم. میاد میگه چی؟ آها اینجاست. میاد به من میگه، میگه این هد الان روی نیو برانچ، هد و نیو برانچ روی این هستش، ولی مستر دیگه رو اون جا مونده، چیز مستر دیگه الان رو اون جا مونده. الان گیت لاگ بزنم این رو، گیت
lot. Dash dash one line. Dash dash graph. این جدیده. Dash dash graph. ببینیم چی به ما میده. چیز خاصی نکرد. فقط یه ستاره پشتش گذاشت. هیچ چی. من فکر انتظار داشتم که انتظارات گرافیکی بکشه. ولی ولشون. برای اولین بار بود این دستور رو زدم. گفتم اینا چیکار میکنه. یه جدیده بزنیم. Dash dash graph رو میزدن. نگاش کردیم ببینیم چیکار میکنه. خب. حله. با ما این رو مستر. این روی هد هستش. اینجور داستانم. خب این از این. پس ما الان یه برانچ جدید ایجاد کردیم و روی اون برانچ کمیت کردیم و اینجور داستانا. حالا الان نگاه کنید، الان که من روی چیز هستم، این فایل رو باز کنم، coming soon سه نقطه داره. خب به محضی که برانچ هم رو عوض میکنم، مثلا بگم دید check out master، برم حالا تو master رو که check out کنم، رفرش میدم شد coming soon، برگشت به اون چیز. حالا دوباره بگم دید check out new branch refreshment به همه سادگی. ببینید که خیلی سریع توی بازه زمانی خیلی کوتاهی خیلی راحت میتونید سریع برانچتون عوض کنید و کل پروژهتون عوض بشه. حالا اینجا یه تغییر ساده هست، ولی این امکان هست که کل پروژه رو عوض بشه، تمام چیزی که هست. خب اوکی، و سعی کنین هم کلا سعی کنین وقتی میخواین از دستور تکی چک اوت و اینجور داستان استفاده کنین، سعی کنین ورکینگ دایرکتوریتون خالی باشه، کلین باشه، استیجتون کلین باشه، کاروبارتون رو بکنید، استیج و ورکینگ دایرکتوریتون رو کلین کنید، خب که بعد بیان از این سویچ برانچ و اینجور داستان رو اضافه کنید، استفاده کنید که به مشکل بر نخورید. اوکیه، پس اینو همیشه حواستون باشه. برای این جلسه کافی این جلسه اولش بود، یاد گرفتیم چطور یه برانچ ایجاد کنیم، سویچ کنیم بین برانچ ها و به این ترتیب. حالا تا جلسه بعدی، خداحافظ شما.